یعنی چی مرگ؟ مثلا یه شکری کرده، یه تصادف کرده، یا یه نفر کشتتش، یا خودکشی کرده. دلیلش اینو میشه. ۱۱۱ زندم بازنشسته است و این کارم که میبینیش سرگرمیه، ولی خب ما خیلی کم نمیرسه ۶۵۰۰ من نه تا دم تاویشم شورت چی چنده؟ نه گشتم با دوباره پیش نه چنده تو بگو شورت خوب بلسته تو چی چل برو خوب بلسته چند باشه بر میگردم پیشم نادر رب بر نگشتم آقای برگرد من فیلم راجب مرگ میسازم رسا شما چی؟ مرگ ترسی نداری؟ مصاحبه دارم بله حاضرم چانم بفهم همینجای محاضرم که برم خانی نداری که مرگ چیزی بدی نیست؟ چیزی بدی نیست نه خیلی هم خوب مرگ از 5-6 ساله ای که رفتی بالا یواشه باش دیگه چیه؟ ذلته هرچی زودتر بدادم بهتره ولی خب عملش هم خوب باشه آخه همین آدم این همه اومد به دنیا یه لحظه تموم همه چی تموم میشه؟ تموم میشه بله کاری نداره فلسفه زندگی چیه؟ فلسفه زندگی کدوم دیگه؟ اینی که میبینی دیگه فلسفه زندگی اینه که میبینم؟ اسمم علی اقباله شغلم هم راننده از رو بازنشسته هم از مرگ موافق نیست؟ نه از مرگ از چی فیلم بسازم من؟ از همه کارهای تولیدی موردی از جوون بیشتر از جوون صحبت کن حالا شما دست به جوون ها بزنیم میگه آقا جوون همون همه ایرانی دیگه که چرا؟ به این باعثش کیه؟ آقا میتونم فیلم بگیرم از شما نه جمع میکنی؟ نه هزار تومن اون بود دقیقه هاش ندارم هزار تومن؟ آره جون پولی بده زحمت دارم من خواهد برم شما چی کار میکنی؟ اول پولی بده جون بده باش میگه؟ من بسید دارم خواهد این زباله جمع میکنی؟ زباله جمع؟ خاطر مواد جمع اینا چی؟ به خاطر چی؟ خاطر مواد مواد میکنی؟ آره مواد میکنی اهل کجایی؟ عرب شهرستان شهرستان؟ آره شما چی؟ ما هم فرق نمکنم مثل همین ما هم شهرستانی هست شبان تو خیابون میخوابیم به سرما بدبختی زلالر هر جا میخوابیم خداوگیر گسنگی بدبختی همه شیدم آقا بکشیم خب نمیدونم چی بگم آدم های خوشبختی هستی؟ نه به عبر فشی خوشبختی این سر وضع اونه دیگه چه خوشبختی من تو یه فیلم برم میسازم در رابطه با اون لحظه که آدم میمیره مطمئن این وضع شما دیدم چیزی میتونی بگی؟ میمیره چجور شد؟ در لحظه در باره مردن چیزی میتونی بگی؟ در باره مردن؟ آره خب کسایی مثل ما مردنشان خیلی بهتر از زنده بودنشان هم آها
خیلی خوب بگو هست بسیم چون این زندگی نیست ما داریم ما هر ساعتی که درسه بشیم زندگی ما هر ساعتی که خمار بشیم مردیم دیگه چند سال چیز بکنیم؟ من 42 سال از سنم میگذره 22 سال معتادم 23 سال شما چی؟ من 28 سالم الان سال الان 4-5 سال معتادم آره. ما تیپ شما خوش اومده میتونم یه فیلم بگیرم تو چی شما کوچیک شما خواهش کنم بابا خواهش کنم راننده تاکسی هستم مرتضا مجیدی بعد شما آدم خوشبختی هستی خواهش کنم آیا هستی آدم خوشبختی هستی از اون نظر حدس میزنم شما حدس میزنید نه حدس نمیزنم خواهم بپرسم شما چی فکر میکنید من داشتم من نه خوشبخت نیستم نیمه خوشبخت شما نظرتون راجع به مرگ چیه؟ مردن حق هست اما من از هر کی پرسم میگه حقه بعد من نمیفهمم یعنی چی حقه یعنی در اصلاد همونطور که برای هر انسان یه اسم واجبه یه مرگ هم هست حالا فاصله داره یه روز دنیا میاد یه روز دنیا میره این فاصله این واقع از این 100 سال تون میکشه اون 200 سال تون میکشه خلاصه حقه اینه که میگن حقه میرسی یه جور برصد انسان که زنده میاد نمیتون ناحق باشه یعنی که یعنی یه جور سهمشه دیگه حالا آدم میگه حقه میگه بله شما حالا من نمیدونم منظورتون هست نه آقا مثلا یه ضرب المثلی هست در رابطه با مرگ میگن خلاصه تموم میشه یه قبضی میدن به طرف قبض رو گرفت قبض رو گرفت همون قبض روح که میگن شاید اون باشه فکر کنی قبض رو اونور نشون میدن چجوریه بله میدن دستم نه نشنیدی نه چیزی نشنید قبض رو میگن آره ما یه با شوخی کردیم گفتیم به نخست و عزیز سلام برسو گفتن آقا مگه شما کی هستی همکارامون ها به خبرنگارا گفتن مگه شما کی هستی به خدا ببین من 50 سالمه الان احساس میکنم که دیگه باید یواش یواش مرگ رو بس خودم دست پا کنم حسابی نمیکنم که امید نداریم دیگه در مجموع به خاطر همین که عرض کردم امید ندارم بعدم این مملکت ما هم چون مذهبیه همه در رابطه با دین و ایمان و اون دنیا بود این که میگن عمر رو زیاد میکنه قبل یه دم به خاطر ثوابش میگن ثواب هم داره ثواب داره قبل خرید خب یه دم دنبال منافعش هم بخرم بالاتر بفروشم میتونم بفروشم؟ بله الان مملکت ما اینجوری شد دیگه هرچی بخری فردا روشه مثل خون نمیتونم خرید خودش بله اونم خرید خودش من خیلی ها صاحب یادم یاد اون زمانی که مادر خود موز خود شد بابام یه قبرم اونجا برای خودش خرید تا این چند سال گذشت و گذشت و گذشت تا به این مرحله رسید که خونه ها زمین ها تغییر تحول پیدا کرد و بالا قیمتی بالا پایین شد از جمله اون زمینه اونجا که به صلاح قبری که با ما خریده بود اون هم تغییر تحول پیدا کرد خوشبختانه بستگی به خوشخواره بودن زمینش و موقعیت خوب جاییش رو که برای خیابونه آفتاب خورش خوبه اینه که اونجا هم تغییر تحول خوبی پیدا کرده مثل خیابونه اطراف ما که مثلا شمال شهر یه قیمته پایین شهر یه قیمته اونجا هم حالا شانس بابای ماست که اومده رو شمال بهزرا قرار گرفته حالا با اون قیمت های 20 میلیون تومانی هنوز هم به خودش نگفتن شاید به خودش بگم الان
راضی بشه بفروشه چون به پولش الان بیشتر احتیاج داره تا اون قبرشو. علی اکبر حیدری هستم، سن 74 سال، 60 سال تو کار سندی چاپ هستم و کارم هم همینه که الان ملاحظه میفرمایید شما. من الان 20 سال بازنشست شدم و این شغل دوممه دارم بازم کار میکنم. چرا؟ خود من یکی از همونه هستم که جز به اصطلاح درآمد پایین ها هستم. اونایی که زحمت میکشن، اونایی که زحمت میکشن کار میکنن احساس خوشبختی نداره. چرا؟ بخاطر اینکه درآمدشون اینقدر نیست که به اصطلاح هم خودش رو تامین بکنه، هم آینه‌اش رو تامین بکنه، هم بگه من خوشبخت. نه، این نیست که بگه آقا من از اون دنیا آمدم تو جهنم بودم، از اون دنیا آمدم اون یکی بگه من تو بهش بودم، اون یکی بگه من جهنم بودم. چیز من چیزی دیگه است. من اصلا قبر خریدن و اینا، مقبره میخرم، اینا همش زیادیه. انسان وقتی مرد بهکنم همینجاست که شما داری میبینی. شما اگر یک کاری نیک انجام بدی ثمرهش میبینی، کار بدم بکنی ثمرهش میبینی. به خاطر اینکه شما اصلا داری خودتونم داریم اصلا میبینی چیز بعض مردم چه جوری ها بهش همین درخت داره، میوه داره، همین رودخونه داره، همه چی داره، چمن، گل، همه چی داره. خب کیا میرن بهشت؟ آدم های خوب. بعد جهنم هم میدونی چجوریه؟ آتیش ده. بگوی چجوریه؟ یه آتیش است، یه دیج بزرگ و آدم ها اندازه دون دیجه و جان می سوزوننش؟ ها. خدا میدونه که حقشه به لطف یزدان و بچه ها به سوال قهرمان میشه. والا بهشت و حقیقتش این من میدونم 7 طبقه است، بعد طبقه آخرش هم فردوسه، بعد این خیلی مثلا مرتبهش بالاه، مثلا شهدا اونایی که در راه خدا خودشون رو مثلا فدا کردن به اون مرتبه میرسن. جهنم هم والا اعتقادی ندارم من به جهنم. چرا عذاب میکنه خدا من مثلا بنده هاش عذاب میکنه، بعد مثلا یه مدتی یه مهری میزنن رو پیشونیشون. حالا این استقلال ها این چیزی مهره چیزه، این یه مهری میزنن رو پیشونیشون بعد میفرستن بهش که طبقات چیزی داره، رتبه مطبه داره. آدم خوشبختی هستی؟ چه میدونم حاجی؟ نم من یه فیلم دارم میفتدم راجع به مرگ، مردن، نظر آدم ها رو میپرسم. شما نظری داری؟ حالا نظر چی بگم؟ نظر در باره چی مثلا؟ در باره زندگی، زندگی من هرچی بگی سخته و اینه دیگه شهر غربت و این سخت نیست، سخته بله. باید یه لحظه آدم میره دیگه. میره. هر چی کار کنی، هر چی سختی بکشی، هر چی جمع کنی، عاقبتش رفتن و مردن دیگه. اسم من کورش. گلابیه، گلابیه، نارنجیه، انگوره، لیموشینه، خورجانه، گلمرمه، خیاره سرده خیاره. من منیر هستم، من کارمند بازنشسته هستم.
بازنشسته دانشگاه. من تو شب دلندین به دنیا آمدم. بعد از 3 تا بچه مرده که مادرم آورده بود من اومدم. به خاطر همین خیلی لوس بار اومدم. خیلی عزیز دردونه مادر بودم. پدر و مادر جفتشون. آلبوم های توه این عکس خونه پدریمونه. این طبقه اولشه. من تو این اتاق زندگی میکردم. اینجا طبقه بالاشه. این دو طرفه بود خونه ما. این طرفشه جلوی در. اینم حیاتمونه. اینم حوض کوچولومونه. یه وقتی که 12-13 سالم بود دوست داشتم که به یه جای خیلی بالایی برسم. یه خودی که بزرگتر شدم میخواستم که وزیر بشم، مثلا مثل فراپور پارسا وزیر آموزش پرورش بشم، وزیر بشم. همین فکر تو ذهنم بود تا وقتی که دانشگاه میرفتم. بازم دوست داشتم که وزیر بشم تا اینکه ازدواج کردم. یه ازدواج خیلی بد بود دیگه، خیلی خیلی بد بود. یه ازدواج بد فرجام. ازدواج بد فرجام رو که کردم دیگه از فکر وزیر شدن و از فکر به جای رسیدن و از فکر همه چی دور شدم. وقتی که اون بچه به دنیا آمد، موزیا به دنیا آمد که دیگه اصلا کلن از زندگی ساقط شدم. یعنی دیگه به فکر اینکه فوق لیسانسم بگیرم نیافتادم. چرا سبه بخوام دکترا بگیرم و وزیر بشم و به یه جایی برسم و یعنی دیگه برام همه چی تموم شد. اداره است. ولی مال زمان شاه، مال حالا نیست. اینجا اداره است. نه محل کار من. من زندگی رو منفی میبینم. برای اینکه زندگی خوبی نداشتم. هیچ وقت. و یه بچه به دنیا آوردم که فلج بود. زحمت کشیدم. 12 سال. زرج کشیدم. بعد از دستش دادم. بدم میاد از زندگی. اصلا دوستش ندارم زندگی رو. دلم میخواد که بمیرم. اما یه مرگ بدون درد. من قبل خریدم درسته. وقتی سال 73 بابام فوت کرد ما هم تصمیم گرفتیم قبل بخریم. برادرم و زنش، من و خواهرم با هم، برای که همه یه جا باشیم. برای که میدونستیم دیر یا زود داره، سوخت و سوز نداره، حتما میمیریم. برای همین قب خریدیم. من به مرگ خیلی بیشتر از زندگی فکر میکنم. این سنگ مزار بچه‌مه. همیشه میرم سر خاکش. گفت بخند. گفتم برای چی بخندم؟ گفت نه بخند قشنگ میشه. گفتم خب میدونی عکسو برای چی میخوام؟ میخوام وقتی مردم برای تو مسجد بیارم. گفت بابا این حرفا چیه؟ خدا نکنه اینا. گفتم حالا برام میخوام. گفت خب حالا مرده خندان باشه که بهتره که مردم دلشون خوش میشه اونجا. خلاص این عکس از ما گرفت دیگه. من این همه زجر رو تو زندگی تحمل میکنم فقط برای رفتن بهشت. من آرزو میکنم تو بهشت هیچ مرد وجود نداشته باشه. فکرم میکنم اصلا نباشه. هرچی هست زنه. مرد توش نیست. اگه باشه فقط هم امامو هستم. دیگه مردای معمولی فکر نمیکنم تو بهشت باشن. پس این حوریای بهشتی که میگن چیه؟ حوریای بهشتی مال اماماست. واسه آقایونه دیگه این حرفا. زنا که دنبال حوری بهشتی نیستن. واسه مردنتونم یه انگیزه بدن دستتون. سلام. آقا سلام عرض شد. حالتون خوبه؟ بفرمایید. در رابطه با امروز می‌خواستم بیام فیلم برداری قرار بود زنگ بزنم. قربان شما باشم. خداحافظ. Thank you.
گفتن شما میتونه بره کسرخانه، گفتم آره میتونم. چه اشکال داره؟ سوابم داره. گفت آفرین. از من سوال مسائل دینی سوال کردن، دیدم ما همه چیزا رو میدونم. گفت اصل جای شما اونجا برو کار کن. گفتم چشم. گفت اونجا هم حقوقش خوبه. من اومدم اونجا، بعد اینجا سلام علیک کردم برای قصاله. شروع کردم به جنازه شستن و آب ریختن و بعد اولین حقوق را گرفتم، ساعت 45 من حقوق شروع کردم. سرپنجه خیلی خوشحال شدم، گفتم خدا ساعت 45 من خیلی حقوق. همه یواش یواش حقوق رفته بالا. میچرخم در این گرانه خدا را شوش بد نیست. میچرخم اهلی علم به این حقوق. دوره برای سرسد خورده میگیرم، میچرخم بگیرم. میگم بعضی جنازه میاد سنگینه، خدا بیامرزه ده نفر زورش نمیرسه، اینقدر سنگینه، چاره ندارم، باید آدم کار کنه. جناب ابوالقاسم ابوالحسنی در خدمت شما هست. قسمت سخت کار ما خب شلوغی کاره دیگه، مثلا هر روز که خب جنازه زیاد میاد خب سخت کار، خب خیلی سخت کار ما واقعا سخته. خب جنازه های مختلف ما سر کار داریم، جنازه های تصادفی، جنازه های سوخته، همه رقم جنازه میاد برای ما دیگه. خب جنازه سخت، خب جنازه شستن، تیمم دادن نه مشکل دیگه. ولی که هست من شاید یه چیزی بگم شما باور نکنید، من تو عروسی ها مجلس عروسی ها میرم برنامه میزنم، شعبده بازی و تئاتر و اینا هم میرم من برنامه. کسایی بودن که غساله بودن اینجا که من خودم غساله قبلی و شاید چندشون من شستم قبل از ما اینجا کار میکردم. خب همین دست به دست میچرخه، خب یکی دیگه میاد منو میشوره، همینجوری میچرخه، زمانه دیگه چرخ و فلک روزگار. یه آقای زنگ زد به من گفت آقا من الان خواب بودم، ولی خواب دیدم که پدرم زنده است، خواهش کنم شما نگاه بندازید. من اومدم پای سرخونه نگاه کردم، رفتم بهش گفتم نه به خدا زنده نیست. گفت تو رو خدا بیارش بیرون. بر. خب زنده نبود. ما میگم مثلا انسان خب خاطرات، من میگم به نظر من میگم یه خاطره از خودش، ولی انسان خب صبح تا شب انسان خودش خاطره است. اکبر کریمی ام، شغلمونم غساله تو بزاره. تقریبا 9 سالی است مشغول به کارم تو این شغل. اومدم دیگه برادرم اینجا کار میکرده، به اون از اون خواستم که اینجا برام کار پیدا کنم که من تهیه کردم اومدم اینجا سر کار. بار اولی که بله شستشو کردین خب چه جوری بود؟ طبیعی بود، سخت نبود؟ نه، چون که زیاد ترس و دلواری ندارم. من سعی میکنم همینجا تعطیلش کنم و برم، هرچی هست همینجا بذارم برم، یعنی نمیشه شغلم به خونه نبرم. هر فکر میکنی راحت دل کنده؟ راحته، آره زیاد سخت نیست. چون خیلی راحت صحبت میکنی؟ خیلی راحت، یعنی نمیدونم چرا مشکلی نیست. مشکلی نیست؟ نه. ما خاطره خوش یا تلخ توی کارت داری؟ خاطره خوش که بله، یه تعدادی از اون آقایین که سرشناس بودن و آدم های محترم بودن، سرشناس بودن، شستیم، خیلی راضی بودیم ازشون. خیلی هم میگن شغل بدیه، کثیفیه، اما نه شغل خوبیه. بالاخره این کارم باید یکی انجام بده، کار هر کسی هم نیست که بتونه این کار انجام بده. یه تعدادی از آدم های نیست که بگیم مثلا میتونه همه انجام بدن. قتل هایی که تو تهران انجام میدن یا میکشن به صور فجی، میکشن میارن اینجا، اونا بده، همچنین خوشایند نیست. فلسفه زندگی، فلسفه زندگی چیه؟ هیچی نیست. این چوری که با این چوری که الگ هستن تو اینجا نوشته است که این مرد تا آقابتش تو بشه، ببینی؟ این قدم نوشته است که هیچ فیل شوفی نمیتونه بخونه خط داره گست و خونه نوشته است.
will you stop, Dave? Stop, Dave. I'm afraid. Dave. My mind is going. اون زیر میزندش وقتی میرد بلند شد سرش میخورد به خشت به آجر حالا اون روزا آجر بود حالا این موزاهه چه حالا میرد بلند شده سرش خورد به موزاهه چه وقت میشیند غیر جیر یه میکند که ده اینا وقت اقب مبودن کوشون یه نگاه میکند نه فایده نداره دوباره جیر میخواد. Good afternoon, gentlemen. کوتاه است در پس آن به که فروتن باشی. بنده حسن سایلی منفرد هستم، اهل بنگلادش و بزرگ شده اصفهان هستم. چیزی که وحشتناک و ترسناکه زندگی نه مرگ. بیشتر شبیه بیدار شدن از خوابه، یعنی این به نظر من کامل ترین و منطقی درست ترین جمله است که مثل بیدار شدن از خواب، حالا ناگهانی مثل دیدن کابوس یا حزن‌آور ناراحت کننده مثل دیدن یه رویا. دقیقا مثل خواب و بیداری، وقتی بیدار میشه آدم احساس میکنه که اینه زندگی واقعی، اینه اون خواب بود. تو مرگ هم این اتفاق میفته. مرگ حق دیگه. حقه؟ آره. که یعنی چی؟ آدم میمیره دیگه. به آرامی آغاز به مردن میکنی اگر سفر نکنی، اگر چیزی نخوانی، اگر به اصوات زندگی گوش ندی. به آرامی آغاز به مردن میکنی زمانی که خود باوری را در خودت بکشی، اگر برده عادت خود شوی، اگر همیشه از یک راه تکراری بروی، اگر روز مرگ را تغییر ندهی، اگر رنگ های متفاوت به تن نکنی، اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی، اگر ورای رویاها نروی. امروز زندگی را آغاز کن، امروز کاری بکن، نگذار به آرامی بمیری. سلام، خسته نباشی، شما خوبی؟ خدا برید، دستت درد نکنه، خسته نباشی، ایشالله که عاقبت بخیر بسید، خدا بهتون برکت بسید، دستت درد نکنه.